بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش اول. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شهادت امام صادق علیه السلام و تسلیت عرض می کنیم خدمت همه شیعیان و محبین حضرت و دست توسل دراز می کنیم به محضر امام صادق علیه السلام که کاشف حقایق بودن، و به فال نیک میگیریم این روز رو از جهت اینکه باب یک گفتگویی باز شد با یکی از دوستانی که دو سالیست حقیر توفیق آشنایی با ایشون رو داریم، و بعد از کتاب شنود با این عزیز و این بزرگوار توفیق رفاقت پیدا کردیم و به حمدالله صمیمی شد. ولی تو این دو سال تا به حال خیلی باب گفتگوی این شکلی باز نشده بود. اواخر، یعنی تقریبا فکر میکنم دو ماه پیش بود فرمودن که من یک سری مطالب هست که نگفتم تا حالا توی مصاحبه کتاب شنود. خب البته خود کتاب شنودم که بخش زیادیش حذف شده و ارشاد اجازه چاپ نداد، یه بخشیش ادغام شده همینایی که هست و گنگ شده مطلب، از اون شفافیتش افتاده، یه بخشیش هم اصلا ایشون تا به حال نگفتن و فرمودن که میخوام اینها رو به شما بگم، که امروز صبح دیگه لطف کردند و میزبان بودن و یه سری چیزها رو گفتن. بعد خودشون فرمودن که من تمایل دارم که اینها ضبط بشه و انتشار پیدا کنه، چون ایشون به لحاظ شغلی که دارند نمیتونن مصاحبه تصویری داشته باشن، تو اون برنامه زندگی پس از زندگی نمیتونستن شرکت بکنن و اصرار هم از جانب خود ایشون بود باز بعدن حرف درست نشه علیه بنده و آقای عمادی که ما خلاصه اومدیم یک جریان موازی شکل دادیم برای این بحث‌های تجربیات نزدیک به مرگ. خودشون الان اینجا تصدیق میکنن که از جانب خود ایشون بود این درخواست در واقع و این پیشنهاد که ایشون مطالب رو به حقیر بگن و از این مجرا این مباحث پخش بشه. تایید میکنید دیگه آقا؟ بله. عرض کنم خدمتون که و این گفتگو خلاصه به پیشنهاد ایشون شکل گرفت که اساساً از اول تمام این قضایا رو یک بار به طور کامل بدون ویرایش، بدون سانسور و هر آنچه که بوده انشالله مطرح بکنند و منعکس بشه. بعد برخی از مطالبی که فرمودن خب برای بنده خیلی عجیب بود. قبلا هم عرض شده بود که تو این تجربه نزدیک به مرگ واقعا این قضیه شنود یک ابداعات عجیبی، یعنی مطالب خاص بکر خیلی خاصی داره. یکیش همین بحث عالم شیاطینه که حالا بنده در ذهنم نیست چیزی اندازه این گفتگو و مطالبی که ایشون فرمودن، این تجربه که انقدر زوایای وسیعی از عالم شیاطین رو نشون داده باشه. امروز هم تصاویری رو به ما نشون دادن، فرمودن این شیاطینی که من دیده بودم رو بعدن توی تصاویری توی فیلم‌هایی دیدمشون و میفهمونن عجیبه که این هالیوود انگار با این شیاطین زندگی میکنن، دقیقاً تصاویر این شیاطین رو بدون اینکه مو بزنه ساختن و ایشون تصاویر رو بنده بعضیاش نشون دادن که اینها رو، البته جنس های متفاوتی بودن شیاطین و مثلا یه عدهشون خرابکار بودن، یه عدهشون فقط وسوسه میکردن، یه عدهشون جاسوس بودن، اطلاعات میبردن میبردن، مسئولیت های مختلفی که داشتن که حالا انشالله خودشون توضیح خواهند داد. و به فال نیک میگیریم این روز شهادت رو که عنایت امام صادق علیه السلام باشه انشالله، برای اینکه این معارف و این حقایق کشف بشه و نشر داده بشه از این طریق. این برادر عزیزم رو هم با اسم مستعار امروز صدا میزنیم و به نام آقا صادق، که هم استعاره باشه از روز شهادت امام صادق علیه السلام، هم خودشون الحمدلله اهل صدقن و این مطالب هم صادقه، کشفیات صادقه، و
انشالله که این گفتگو رو حقیر با آقای عمادی خدمت ایشون داشته باشیم و مطالب رو بتونیم خدمتشون بشنویم و از اول منسجم انشالله مطرح بکنن. البته طبعا یه سری مطالب یادشون میاد، خودشون گفتن که من این برنامه‌های شبکه 4 رو که میدیدم ماه مبارک، یه سری مطالب برام تازه یادآوری شد و تجربه‌ای که مطرح کرده بودن و کتاب شده و در بیمارستان بوده و در واقع دوران نقاهتشون بوده در بیمارستان، به یه سری مسائل رو بعدن دوباره مرور کردن. اولی هم که اون قضیه سال 93 برایشون پیش اومده بود، میفهمونن تا 2 ماه بعد از برگشتم هنوز تو اون حال و هوا بودم و چشمم باز بود و نمیتونستم زندگی بکنم و خیلی اتفاقات که امروز سه چیزاشو گفتن خیلی عجیب و جالب بود که درخواست میکنیم بگن همه اینها رو. انشالله هر چی تو ذهنشون هست خود امام صادق علیه السلام انشالله تفضلی بفرماین، تصرفی بفرماین، هر چی که بوده یادشون بیاد. شاید یکمی نظمش و چیزش به هم بخوره، گاهی یه سری مطالب تو هم دیگه بشه. به هر حال دیگه ریش و قیچی دست خودشون رو از اول شروع کنن به صورت کامل مطالب رو بفهمن. خدمتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول تشکر میکنم از حاجقا و از حاجقا امیتی که خب به بنده خیلی کمک کردن توی حالا هدایت مسیر زندگیم. من سال 93 که این اتفاق برام افتاد، خب به بعضی از دوستان نزدیکان، خانواده همسرم، به خود همسرم، به برادر و خواهرم و اطرافیانم، همکارا، بعضی وقتا این مطالب رو میگفتم آجا و اینکه در مورد فلانی فلان چیزی در مورد فلانی فلان جو شد، مثل همین تجربیات نزدیک به مرگ که میگفتن، میگفتن ما اینها رو دیدیم، ولی به بعضی که میگفتیم مسخره میکردن، زمینش نبود واقعا، و به بعضی که میگفتم موضع میگرفتن، به بعضی که میگفتم فلانی من اینو دیدم در وضعیت تو، و دیگه من یعنی تصمیم گرفتم به هیچ کسی چی نگم یا استاپ دادم حرف زدن، و خیلی برای خودم سخت بود که من هم چیزی دیدم. خب چرا اول که چرا دیدم، چرا منو بردن 10 روز توی بیمارستان و این چیزها رو به من نشون دادن و من برگشتم بدون هیچ مأموریتی، مربوط به جامعه بود، نه جامعه ایران، به یک امت، به یک حتی به کشورمون تنها نه، به جامعه اسلامی و یک چیز اجتماعی بود. و من مونده بودم خب اینها چجور باید مطرح بشه. خب من که به خانواده خودم حرف من رو باور نمی کردن، یعنی باور می کردن، به من گفتن خب نگو. من تو همون بیمارستان خانمم بغل دستم بود، میگفت مینوشت، حالا دستخطشو دارم، اونش رو آجاقا دادم دستخطشو، حتی دستخط خانم من توی دفترچه کوچیک دارم که کنار تخت میگفتم مینوشت. اخوی بزرگی من کنار تخت من میشست، من هرچی میدیدم بهش میگفتم و اون متعجب مات میموند و اوشون باور داشت که چون که من از من چند تا چیز دیده بود، از غیب بهش گفته بودم کنار تخت که مادرم داره اومده پشت در منتظر فلان، اینها که تو کتابشون آورده شده، ایشون بارها این اتفاقو دیده بود و ایشون باور داشت و مینوشت برا من و میگفتم یادت باشه اینا رو من برگشتم بعد بهم بگو بنویسن. خب ولی مونده بودم این مطالب کجا و کی باید نشر بشه و من شروع کردم مطالب خدمت شما عرض کردم و تقریبا 2 هفته بیشتر طول نکشید که شما چاپ اول کتاب آماده کردید و یه مقدارش هم به حالا ارشاد حذف کرد، از اینکه 50 خورده یک صفحه 146 صفحه بود که شد 97 یا 96 صفحه، یعنی نزدیک 60 صفحهش حذف شد این کتاب و مطالب بود که شاید تو اون تایم خیلی به درد مردم میخورد و حذف شد. خودم خیلی حسرت میخورم و خیلی اصرار داشتم این مطالب نشر بده کنه و امیدوارم به حقیقت زهرا خدا این صداقت رو به زبون من بده، من کلمه بالا پایین نگم و چون میدونم پشت هر کلمه پایین بالا گفتنی حساب رسی ها هست و من خودم اصلا دلم نمیخواد مدیون این سری افراد بشم
که اون دنیا اونها بشنن از من بازخواست بکنن. من سعی میکنم واف به واف بگم. امیدوارم خدا کمک کنه اون رسالتی که شاید گردن من بوده که من اونها رو بهم نشون دادم و باید بگم اون رسالت رو درست انجام داده باشم و توش معصومیتی که باید هر رسولی داشته باشه تو دریافت و ابلاغ، من اون داشته باشم، اون رسالت رو، اون وظیفه رو درست انجام بده. سناریو چیده بودن و آبی جوش اومده بود بری کله پاشه اسلام و نظام و ایران، که یقین میدونستم اگه این پا بگیره، اگه این حواسون به خیزش آتش نرم نباشه، کل کشور رو خواهد سوزن، نه کشور، کل فاتحه کل اسلام رو باید بخونیم، شیعه رو باید بخونیم. و این استرس داشت من دیوانه میکرد که چرا بعد بیخیالی بعضی از مسئولین استانها رو میدیدن، چرا اینقدر بیخیال دارم پا میدن، چرا اینقدر بیخیال به این موضوع هستن. این داشت من رو بیشتر عصبی میکرد. رسیدم تهران، رفتم سر کار، شروع کردم آمارا رو تجمیع کردم، گزارش ها رو تجمیع کردم و همینجور حالم داشت بدتر میشد. استرس یه طرف، این طب یه طرف و سردرد وحشتناک برای من شروع شده بود. من اینجور یه ویروسی هست که ما بهش میگیم حالا ویروس، نمیدونم دقیقا، هم میکروبی داره هم ویروسه، که وقتی میزنه به مغز، بین لایه های مغز عفونت ایجاد میکنه و برگشت ناپذیر، صدمه‌ای که به لایه های مغز میخوره برگشت ناپذیر، هر قسمت از مغز رو بزنه اون قسمت دیگه فلجه و معمولا 3 یا 4 روز میکشه این مریضه، یعنی هیچ تعارفی نداره. آنسفالیت بهش میگن، منگوسفالیت بهش میگن، هرپس مغزی بهش میگن، تبخال مغزی بهش میگن، قارچ سیاه، همون تب، همون ویروس تبخالی که تو هم بدن همه هست، اینو میاد تو مغز میزنه، تو لایه های مغز میزنه. من این ویروس تمام دهنم گرفته، آب دهنم رو نمیتونستم بخورم، آب نمیتونستم بخورم. این محصول همون انبه بود؟ از لحظه که انبه رو خوردیم شروع شد. بعدن فهمیدید که از کجا حالا بگم خدمتتون، من رو بردم، من دیدم هرچی میخوام تمرکز کنم که این گزارش رو تکمیل کنم 3-4 صفحه نمیشته بودم، ولی نمیتونستم اینو ادامه بدم. اصلا مانیتور رو 3-4 تا میدیدم و از سردرد و گردن درد، گردنم شده بود مثل یک میله آهنی، اینقدر درد میکرد و سرم رو تپون نمیتونستم بدم، راه نمیتونستم برم، سرم رو گرفته بودم، دستم فشار میدادم فقط درد سرم آروم بشه، فقط با یه دست تایپ میکردم، فقط این تایپ تموش گزارش رو بدم. اینقدر احساس میکردم که شاید به آنی، شاید به دقیقه، به ساعت این خطر عملیاتی بشه و شروع کردم گزارش رو جمع کردم. دم نمیتونم، واقعا دیگه نمیتونستم، گفتم برم خونه، برم خونه فردا میام تکمیلش میکنم. رفتم خونه، دیدم بنده خدا خانمم تازه شیمی درمانی کرد، رو تخت افتاده بود، بنده خدا داشت ناله میکرد، رو بچه هم بنده خدا گشنه دشنه، تو مادرشون مریض بود، من 10-12 روز نبودم. رسیدم خونه، دیدم خانم آرش بده، یکم بچه ها رو سرآوری کردم، خانم رو بردم دکتر، یه مسکن زد، آمپولش رو زد، برگشت. بعد به خانم گفتم خانم من اصلا حالا خودم خوب نیست، من دارم مثلا یه جوری هم فکر میکنم دارم میمیرم و فهمیدم دارم میمیرم. که خب برو درمونگانی بکنم، نه خانم من دارم میمیرم، و مثل که بهم فهمونده بودن داری میمیری. که خب چیکار کنم؟ گفتم خانم باش تو من برم بیمارستان. بعد مثلا نمیتونم برم بیمارستان، گفتم خانم زن بزن داداشم بیاد بیمارستان بقیت الله، من برم بیمارستان بقیت الله، سوار ماشین شدم برم بیمارستان، دیدم مثلا نمیتونم پشت ماشین بشم. گفتم خانم بیا بغل دستم بشین، فقط اگه تصادف کردیم بگو، و همونجور که بود اورژانس بیاد منو ببره. نشستم پشت ماشین و خانم بغل دستم، من فقط نور ماشین های جلوی رو چراغ سنی پشت ماشین رو میزنم جلو حرکت میگه قرمزی چراغ رو و از بین پلکام میدیدم، نور دیوانه میکرد، یعنی اصلا هر نوری مثل یه سیخ داغ بود که میکرد اینجور چشما،
چشمامو بسته بودم و بین پلکان فقط نور ماشین جلوی رو میدیدم و اون رو تعقیب میکردم تا رسیدم در بیمارستان بقیت الله و وارد بیمارستان شدیم و همه اول دکتری که اون اول تریاج بهش میگن چیه دکتری که تشخیص میده وضعیت مثلا مریض در چه حده چون من رو معاینه کرد گفت که خب چته؟ گفتم من تب و لرز دارم گفت که طوری نیست برو بشه حالا بعد نوبت دیگه برو گفتم آقا من دارم میمیرم گفت برو آقا طوری نیست که این مریض بعد حال داریم برو دو سه بار گفتم آقا من دارم میمیرم با داد سر من گفت برو پایین من بلند شدم رفتم پایین رفتم اون رو برم کار دراز بکشم که اگه دراز میکشیدم میمردم یعنی تو همون حالت رو هم برام کارت میمردم به من داد گفت نه خواب رو برم گفت من مریض بدحاله برو اون رو صندلی بشو رفتم اون صندلی نشستم بعد خانمم رفت تو صف نوبت که نوبت بگیره فیش پرداخت کنه تو همین تایم داداش هم رسید بیمارستان بقیت الله بقیت الله زیر بغله من گرفت آقا بلند شو بریم مثلا بیرون بیمارستان دیگه من میدونستم پام از بیمارستان بذارم بیرون رفتم و فهمیدم مثلا مرگو حس کردم اون هیبت مرگ منو گرفته بود گفتم داداش من دارم میبینم دست بهم نزن که میخوام بمیرم تو همین بیمارستان سپاه ببرم به زور زیر بغل من گرفت که بلند کنم به زور ببره کف اورژانس خوردم زمین افتادم زمین شروع کردم سر داداشم داد بزد که آقا ولم کن مثلا برو کاری بهت ندارم برو این دادی بیداد ما دکتر خود بخش اورژانس فهمید اومد گفت چته چرا داد میزنی گفتم آقا من دارم میمیرم گفت چته گفتم آقا من فکر کنم منینجیت دارم حالا منینجیت تو کجا من دیده بودم تو دوره آموزشی یک خب من بهیار اونجا بودم یعنی کمک دورهای هلال احمر رو اینها رو دیده بودم توی بیمارستان خود آموزشگاه من آمپول میزدم سرم میزدم بخیه کمک میکردم میزدم این رو انجام دادم یک شب یکی از سربازها حالش بد شده بود دل درد سر درد حال تهوع گردن درد و ایشون ریش مشکل نداشت گلوش مشکل نداشت فقط سر درد خیلی وحشتناک داشت و این میگه من دارم میمیرم من گفتم چش دکتر نبود پرستار گفت که آقا این تمارز کرده میخواد زیر رژه بره کنار بکشه گفتم نه این حالش بده گفت نه این فلان خوزنگ زدم به دکتر دکتر گفت من دیدمش رفتم و این بذار الان امشب یه مسکن برش زدیم یه دارو برش زدیم تو سرم ولی خوب شد خوب فردا خوب میشه دیگه ولی هی میگفت دارم میمیرم فردا صبحش فوت کردیشون و بعد فهمیدیم ایشون منینجیت گرفته بوده سمی منزی که من گرفته بودم و من این علائم منینجیت تو ذهنم بود من اینجا نمیدونم کی به زبانم آورد اونو به یادم آورد که من گفتم منینجیت دارم اصلا نمیدونم کی به زبانم آورد و این دکتر تو ذهنش اومد یک هفته دو هفته قبل سه تا از بچه های یکی یکان دیگه از بچه های خودمون توی منطقه به همین ویروس آلود شدن دو تاشون رحمت خدا رفته بودن یکشون تو کما بود و این فهمید من به همون ویروس آلود شدم و منو برد سریع ماسک داد به خانم ماسک داد به داداشم یه پتو انداخت رو سر من با ویلچر منو ویلچر بردن منو بردن توی اتاق تهشور خونه اونجا منو گذاشتن بعد اتاق ایزوله رو خالی کردم تو خود بخش اورژانس بیمارستان بقیت الله کنارش یک قسمت ایزوله دارن یک اتاق تک نفریه اون رو خالی کردن من رفتم تو قسمت ایزوله رو تخت خوابیدم و خانم بغل دستم و همینجور دکتر با خانم من دعوا میکرد چرا دیر آوردنش الان اصلا امیدی به برگشتش نیست دو سه نفر داشتیم دو تاشون رحمت خدا رو تلکشم تو کما هست هی اینجوری میگفت بعدی نگاه کردید مثلا خانم هم موهاش ریخته ابروهاش ریخته مثلا موجهاش ریخته پشتی میدرمانی میکن بید اصلا حال این نظارتر از دیگه چیزش نگفت چیزش نگفت رفت پشت دیوار و شروع کرد گریه کردن یه
چند تشکری خانم شما؟ نه دکتر، دکتر بچه بسیجو خیلی آدم خوب ایشون من نجات داد. اصلا ایشون من از کف اورژانس جمع کرد و برد به پسر جوانم خدا شما خیلیش بده و شروع کرد دستور داد همزمان هم داروی مننژیت ویروسی رو برای من زدن، هم داروی ویروس میکروبی مننژیت رو، همزمان دو نوع آنتیبیوتیک تو سرم زدن برای من. اسم اون جوان یادتونه؟ نه تو تایم یادم نیست چون هنوز به اون فضا نرفته بود. و من تو تخت درست کشتم و شروع کردن آزمایش های مختلفی از من گرفتن، ادرار و خون و فلان اینها، تب من دیدن تب 42 درجه است و من رو تخت دراز کشیده بودم، چشمام گفتم خانم چراغ خاموش کنید، چراغ خاموش کردم و من دیگه هیچی نمیدیدم، چشمام کامل بسته بود، سرمو گرفته بودم دو دستم و با این دستم فشار میدادم سرمو توی دسته تخت که درد این اون سردرد من آروم و همینجوری که داشت و از من وخیم‌تر میشد فقط حالا صدای صحبت کردن دکتر رو میشنیدم که اصلا خارج از اتاق بود و اونشون اصلا خارج از اتاق بودش با دکتر دیگه صحبت میکرد، همین میگو این احتمال زیاد اونه، به هم دیگه صحبت میکرد در مورد وضعیت من که آه این وضعیت اون هست یا نیست یا هر چیزی و دکتر میگو حالا هرچی هست در این دوتا رو برش بزنید داشتن تجویز میکرد و به داداش هم میگفت خیلی دیر آوردینش شاید برنگرده شاید بادم باشه و خانم من استرس دست من گرفته بود و نمیدونست چیکار کنه. من دیگه صدا خانم رو نشنیدم، صدا بیمارستانم برام قطع شد و صدای تنفس خودم رو میشنیدم و صدای ضربان قلبم، هر نفس که میشنیدم صداش تو گوشم بود، مثل صدای حرکت خون تو رگام، اونجوری صدای حرکت خون تو رگام میشنیدم. اینا رو با گوش دنیایی میشنیدید؟ انگار رفته بودم تو بدن خودم، انگار سرم اومده بود تو بدن خودم و میشنیدم اینا رو. بعد یه دفعه تنفسم، صدای تنفسم قطع شد، دیگه صدای تنفسم نشنیدم، صدای حرکت خون تو رگام دیگه نشنیدم و درد من تمام شد و اون دردی که داشتم تو سر تمام شد. من گفتم حتما یک داروی چیزی دادن که خیلی آروم شدم، انقدر آروم شده بودم که نفسم بالا اومد، مثلا یه حالت این که مثلا اون فشار رو بدن من تمام شد. حالا من میگم نفس نه، یه حالتی که مثلا یه آرامش به من دادن و من آروم چشمم رو باز کردم. چشمم باز کردم مثل این که مثلا من دوره سال 87 مثلا توی سد درودزن استان فارس آموز قواسی میدیدیم، خدا فلا هر جا هست شاید عمر طولانی بهش بدن، استاد داشتیم یادم میسید با بچه های بسیج ما رو برد تو سد، با قایم رو برد ما رو وسط سد ما رو منداخت پایین با عزیز فینا قواسی اینا، ما رفتیم پایین رجب بود، ما رفتیم پایین مثلا 5-6 متر زیر آب میرفتیم، مثلا یه حس کردم مثلا از زیر آب سطح آب که نگاه میکردیم مثل اینکه یک خورشید یک گوی نورانی بود رو سطح آب میلرزید، خیلی جالب که شعاع نور که ما روشن میشد، حس کردم یک شعاع نور یا یک گرداب نور گرداب منو کشون برد بالا، من کشون برد بالا و همینجوری من به سطح آب مثلا حس کردم 30 متر زیر آب هم شد و این 30 متر زیر آب من دیدم مثلا سطح آبی سطح متلاطم طوفانیه و گرداب رو سطح آب در انجام میشه و دریا طوفانیه ولی خورشید روش مشخصه مثل یک حفره، مثل یک دالون نور و یک گردابی از نور، نور خورشید تا من باز شده و من بی اختیار خیلی آروم دارم میرم سمت اون دالون نور به اون سطح آب، از غواصی که داره دست میزنه آروم یا پا میزنه که بره سمت بالا و این حرکت آروم که زیر آب مثلا داره پا میزنه خیلی حرکت ملایم و قشنگیه. همجور به سمت اون بالا نزدیک شدم دیدم صدا مادر بزرگم داره میاد. رسیدیم به اینجا که فرمودید دیگه صدای نفسم قطع شد و دیگه صدای رگ ها رو نمیشنیدم. خب تو اون تایم
خیلی سردرد وحشتناک داشتم، مثل اینکه خب سر منو گذاشته باشن بین گیره و این گیره رو همینجوری سفت بکنن و هر لحظه داشتم گیره سفتر می‌شد و درد بیشتری من تو سرم حس می‌کردم، چشمم از حلقه داشت می‌زد بیرون و فضای حالا تحمل آستانه در من دیگه تمام شده بود و به هر دری میزدم که این از دست این درد خلاص بده کن و گفتم انقدر تب خیلی شدیدی داشتم. این تب حالا یک طرف بود، این تب ناشی از اون عفونتی بود که بین لایه های مغز ایجاد شده بود و سردرد بیش از اندازه بود که من تحمل میکردم، مثل اینکه سر من رو گذاشته بودم بین یک گیره و از هر طرف داشتن سفت میکردن و من جوری شده بود که فقط میخواستم از دست این درد خلاصی پیدا کنم. این با این دست چپ خودم فشار میدادم سر خودم تو اون دستگیری تخت که درد اون درد سرم رو از یادم ببرم و همین جوری به قولن التهاب سر من و مریضی من داشت شدت پیدا میکرد و میدونم چون که از دکترها بعد از که مریضی منیجی تو توی دوره آموزشی دیده بودم خیلی تحقیق کردم آقای منیجی چیه 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 و متوجه شدم که این مریضی منیجی دو سه روزه یه خیلی بخواد دوام بده یک هفته این انسان از پا در میاره و من تقریبا روز سوم بود که این بلا سرم اومده بود و شدت گرفته بود مریضی و خب من دیگه تو اون تایم صدا نفسم رو دیگه نشنیدم، هم همه بیمارستان رو دیگه نشنیدم، صدا حرکت خون تو رگ‌هام رو که مثل صدای اینها بود دیگه نشنیدم، تمام شد و دردم تمام شد. خب مثل اینکه یک آرامش بهم دست داده بود، من چشمم آروم باز کردم، خیلی آرام شده بودم، خیلی آرامش پیدا کرده بودم، چشمم آروم باز کردم دیدم خب مثل اینکه من 30 متر زیر آبم. خب من دور غواصی هم میرفتم مثلا 5-6 متر زیر آب میرفتیم این نور خورشیدی رو سطح آب میدیدیم، اون تا این دفعه مثل اینکه 30 متر زیر آب بودم و سطح آب طوفان بود، مثل یک طوفان خیلی شدیدی رو سطح آب بود، یک تلاطم خیلی زیادی سطح آب داشت ولی پایین آروم بود، یعنی من تو آرامش بودم ولی اون بالا مثل طوفانی شده بود و یک حالا اون گوی لرزانی که من میگم مثل خورشید بود، مثل یک دالون نور، مثل یک گرداب نور تا من باز شد، یک شعاع نور تا من باز شد و من بی اختیار خیلی آروم به سمت اون منو به سمت خودش میکشید و من رفتم بالا. تا یه حدی که رفتم بالا دیدم صدای مادر بزرگم میاد. مادر بزرگم من سال فکر کنم 80 یا 81 رحمت خدا رفتن، 70 یا 80 رحمت خدا رفته بودن، در 13 سال قبلش، اما من صداشونو میشنیدم، صدا اسم کوچیکم صدا میکردن، اه فلانی اومد، مثل که تعجب کرده بودن که من دارم میرم و مثل حالا وقتش نبوده یا هرچی تعجب کرده بودن. بعد همجور که نزدیکتر میشدم هی بیشتر صدا رو میشنیدم، دیدم که مثلا همه اموات من، اجداد من تا و یه طرف اجداد ما سعادات هستن تا امام کاظم، از این طرف مثلا تا حالا اجداد من که نمیشناختم هیچ کدوم، شاید فقط میدونستم اینها اجداد منن. میدیدین این افراد؟ نه اصلا نمیدیدم، فقط میدونستم اون بالا هستن و همه اونا رو میشنیدم، حضورشون رو احساس میکرد و میدونستم منتظر منن. فقط صدای مادر بزرگ رو تشخیص دید؟ نه صدای مادر بزرگم بود، تشخیص، آره تشخیص صدای مادر بزرگم و پدر بزرگم بود، اونم مرحوم شده بود، مثلا یک سال دو سال بعد از مادر بزرگم شدم مرحوم. بین صداهای اینها در واقع شما متمرکز روی این صدا شدید؟ آره من پایین دو تا تشخیص دادم، بشنوید میشنیدید؟ همه رو میشنیدم،
ولی اونا که میشناختم فقط این دوتا بود که از همدیگه سوال میکردم گوه پس چی شد چرا نیومد چرا دیر میاد چرا همه رو میشنیدید مثل این که مثلا میگیم آقا الان تلویزیون همه کانالاشو دارم داره همه شبکه‌ها هم داره یه جا پخش میشه ولی من مثلا شبکه یکو دارم نگاه میکنم هر شبکه‌ای که بخوام میزنم مثل یک جلسه مثلا کنفرانسی بود که همه با همدیگه از هم سوال میکردن در مورد یه موضوع خاص و اون موضوع خاص من بودم و همه مخاطبشون به نظرم مادر بزرگم بودن یعنی اخبار من از مادر بزرگ من میگرفتن که چرا نیومد بس چی شد گیر کرده نمیاد بس مشکلی چیه چرا نیومد من نزدیک های اون حالا دالون رو که رسیدم دیدم مثل که دیگه بیشتر نمیتونم نزدیک بشم گیر کردم به یه چیز یه نفر منو گرفته و من تمام توجه هم به بالا سرم بود که اون دالون نور بالا به بالا سر یعنی اون بالایی که سطح آب مثلا من میگم بود یه لحظه خب گفتم خیلی اشتیاق داشتم اون درد از من خلاص شو از دستش خلاص شده بودم خیلی آروم شده بودم خیلی اشتیاق داشتم سریع برم اون برم مثل که اجدادم دوست داشتم ببینم مثلا میدونستم خیلی اونجا تحویلم میگیرن مثلا خیلی هوامو دارن خیلی اشتیاق داشتم برم دارم نمیتونم و ناراحت بودم چرا نمیتونم مخواستم میرم کی منو گرفته به چی گیر کردم یه لحظه توجه هم جلب شد به پایین که آقا کی منو گرفته دیدم به محضی که نگاه به پایین کردم حالا مثلا من بودم روی سینم دیدم یک پیرمردی با یک چهره بسیار بسیار نورانی بسیار بسیار جذاب من از زیباییشون هر چی بگم کم مثلا قابل توصیف نیست که بگم مثلا مثل کی ولی از جذابیت و از جذبه و ابهت مثلا حضرت آقا رو در نظر بگیرید بسیار نورانی تر موهای بلند محاسن بلند و مثل اینکه مثلا من پدر بزرگم باشه ایشون بسیار بسیار بهش علاقه داشتم بعد از سالها مثلا ایشون رو دیدم و فقط دوست داشتم مثلا ایشون رو بغل بگیرم و انقدر من به ایشون اشتیاق داشتم و این حس منو هزاران برابر کنید ایشون به من اشتیاق داشت مثل اینکه نوه یه شخصی رو بعد 10-20 سال ببری بهش بدی نشون بدی اما انقدر این جذبه ایشون و ابهت ایشون زیاد بود که من به شدت میترسیدم از ایشون مثل یه بابا بزرگ عصبانی یا ناراحت یا متعجبه با جذبه که من اصلا هم میترسیدم نگاهشون کنم هم میترسیدم پلک بزنم مثلا چشممو ببندم رومو برگردم هم انقدر که ایشون هم زیبا و هیبت داشت و با این نگاه متعجب نگاه من میکرد بعد من خب یک سنگینی بسیار زیادی رو سینم حس میکردم مثل که یک چند تن وزن رو سینه من گذاشته باشد این نگاهی بهشون کردم داشتم مثلا مات ایشون شده بودم مثلا تکون نمیتونستم بخورم مثلا جرأت نداشتم جیک بزنم مثل یک گنجشکی که عقاب دیده کپ کرده بودم اصلا هیچ تسلیم بودم بعد ایشون با این نگاه به من گفت یا اصلا حرفی که رد و بدل نمیشد ولی مثل محتوای نگاه ایشون به من منتقل شد من هم محتوای حرف خودم رو بهشون میفهموندم یه همچیزی ایشون به من گفت که اومدم جون تو بگیرم من فهمیدم ایشون حضرت عزرائیله و کار تمامه بعد پیش خودم حالا گفتم که بابا مثلا با این هیبت اومدی مثلا سراغ من که نه راه در روی دارم فرار کنم من کجا برم وقتی اینجور مثلا میتونم مگه بگم نه من قدرت اختیاری دارم من بگم آیا نه یا من بگم من نبر مثلا تصدیق چی نمیتونم بگم من چیکار کنم پیش خودم گفتم خب چیکار کنم بعد پیش خودم فکر کردم خب من که تسلیمم اول که کاری نمیتونستم بکنم دو اینکه خب از دست اون دردم خلاص پیدا کرده بودم از اون طرف هم میدونستم اون بالا منتظر من و پیش خودم میگفتم من خیلی آدم خوبیم
گفتم من خب مداح بودم، نمیدونم فرمانده بسیج بودم، من قاری قرآن بودم، هی پیش خودم گفتم، هی چیه که پیش خودم میگفتم، مثلا هر کار خوبم پیش خودم میگفتم، آقا من این کار بودم، این کار بودم، این کار بودم، این کیسا رو انجام دادم، این کارا رو انجام دادم، انقدر من وقت گذاشتم برای خدا و دین خدا و فلان اینها، همه زندگیم توی این مسیر بوده. گفتم حتما بهشتی هم دیگه، با یه حالت اطمینان خاطری به خودم گفتم خب بریم. این دوتا دستم رو بلند کردم به سمت حضرت عزرائیل که آقا بریم، من آمادم بریم. شما از کی متوجه بدن برزخی خودت شدی؟ من هنوز متوجه نشده بودم. دستا رو میگی بلند کردم؟ فیزیکی بلند کردم. دستای فیزیکی؟ بله، هنوز فیزیکم بود. تو بدن خودتون؟ تو بدن خودم بود. همین بدن دستشو آورد بالا. همین بدن دستم بود. بعد اون ملک الموت کنار شما ایستاد. من میدیدم روی سینم مثل اینکه نشسته بود یا ایستاده. شما خوابیده داری نگاهش میکنی؟ بله خوابیده بودم داشتم نگاهش میکنم. همون حالت سردردی که داشتی؟ نه دیگه سردرد نداشتم. خب این یعنی الان تو کدوم بدن؟ یعنی تو بدن مادی بودی و سردرد نداشتی؟ تو بدن مادی. تو بدن مادی یا یه فاصله خیلی کمی از بدن مادی میشه، ولی خودم رو نمیدیدم، یعنی حس نداشتم که من یکی دیگه هم هست اینجا. پس هنوز متوجه بدن برزخی خودت نشده بودم؟ نه، یا اصلا نمیدونستم چه بلایی دارم سرم میاد، اصلا نمیدونستم چه اتفاق دارم میفته. دستم رو بلند کردم، دست خودم رو دیدم، دستم رو بلند کردم گفتم بریم، همین دست فیزیکی، مثل که تو بدنم بودم که اینه. بله تو بدنم بودم اصلا. دستم آوردم بالا گفتم بریم. یعنی اونا که اطرافت بودن دیدن که دست آوردی بالا؟ نمیدونم، اصلا متوجه پیرامونم اصلا نبودم، مثل اینکه یک پرده دیگه باز شده بود و نه بقیه متوجه بودم من دارم چی میبینم، نه من متوجه بودم بقیه هستن تو پیرامون من، مثل که من الان اشخاصی رو ببینم اینجا که شما نمیبینید و من دست با دست به اونا دست بدم سلام کنم و شما اونها رو نبینید، همچی هستی، همچی حالتی که من اینو اتفاقا توی خیلی ها که دم احتضار هستن دیدم، مثلا با دست با یکی سلام میکنن، حرف میزنن، دست میدن، حتی اشاره میکنن، میگن برو اونجا بشه، اینجوری من دیدم افرادی که اینجوری، منم در واقع همچی حالتی داشتم، یعنی دو تا دست خودمو دیدم، آوردم بالا گفتم بریم. حالا یا من ایشونو میدیدم بقیه نمیدیدم. بعد خب مثل این که ایشون جا خورد که من چقدر آمادم بری رفتم، چقدر به خودم اطمینان دارم. بعد یک حالا به اراده ایشون یک پرده‌ای باز شد، من میگم پرده نه، یک صفحه نمایش، نه اصلا اینجا بین دو دستم یک چیزی، یک نمایشگری، یک چیزی مشخص شد که من به هم نشون دادن یک سری چیا رو از بد و تولد تا لحظه که اومدم بیمارستان، تا لحظه که بیمارستان بستری شد. اینی که نشون دادن یعنی مثل همون اقوامی که بودن که همه رو حاضر میدیدی و متمرکز رو کسی نمیشدی؟ نه، اینجا این نبود که مثلا همه زندگیمو نشونم بدن که مثلا من هر جا که هر کاری کردم و ببینم، نه، هر جا که من میخواستم و بهم نشون میده، هر جا که من فکر میکردم چه کاری کردم، مثل اینکه یک نواری رد میشد، هر جا من میخواستم استاب میشد. مثلا من میگفتم که خب من مداحی میکردم برای اهل بیت، خب دو تا سه تا هیئت میرفتم سخنرانی میکردم، مداحی میکردم، دقیقا میگفتم خب من یه کار خیلی بزرگ برای خدا کردم، الان میخوام برم به خدا عرضه کنم. این یه عمل خیلی خوشاق مثلا بود، خیلی مثلا با ارزش بود تو ذهن من. بعد خب من خودم مثل اینکه یک دفعه خریدار عمل خودم بودم، خودم محاسبه میکردم قیمتشو، خودم محاکمه میکردم خودمو، خودم قاضی بودم، خودم متهم بودم، خودم علیه خودم شهادت میدادم، خودم ارزش گذاری میکردم، خودم قانع میشدم و از دست خودم راه فراری نداشتم.
همون نفس لوام است. اعمال هم مثلا شروع کردیم. اول یه سری اصلا اون جایی که بهم عنایت شده بود و هی بهم نشون میدادن. پایان بخش اول.